دوستان چه خبره؟ مسئولین چه خبره؟ خجالت بکشی. خانواده نداری؟ دختر نداری؟ خواهر نداری؟ شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدین شما؟ لعنت به تک به تکتون، شرم به همه تون بیاد که بویی از آدمیت و انسانیت نبود. اینقدر عصبانیم، از خودم خجالت میکشم. همکارا، هممون باید سرمونو بذاریم زمین بمیریم. اینقدر بی غیرتی. میدونی چرا؟ هنرمندایی که دنبال عنوان، دنبال موقعیت هستیم، بازم بریم دنبالش. وزیر ارشاد ما میگه ما هوای هنرمندایی رو داریم که هوامونو داشته باشن. آقا من به سهم خودم هوای شما رو ندارم، نمیخوام هم داشته باشم، شما هم نمیخواد هوای منو داشته باشی. اگر قرار بود دنبال روی این حرفا باشم، زندگیم خیلی فرق میکرد باید. ولی به خودم میبالم، به هیچ کدومتون خودم رو نفروختم، به هیچی. خوشا به حالت علی کریم، دمت گرم علی دایی، دمت گرم، دم تمام ورزشکارایی که یا هنرمندایی گرم که ساکت نشستن. ما الان باید از خانواده مهسا خجالت بکشیم. شما مهسا امینی رو نکشتیم، هزارها مهسا امینی دیگه از توش کردیم. فکر کردیم امشب اومدم بیام دم بیمارستان به پدر مادر مهسا تسلیت بگم، مادرشو بغل کنم، بگم میفهمم چی میکشی، منم یه مادرم، منم دختر دارم، منتها این مور و ملخ یه مش حیوان ریخته بودن اونجا و نمیذاشتن اصلا جلو بره. دیگه من نمیدونم دیگه به کجا باید برسیم. این حبابه کی باید بترکه؟ مردشور اون حقوق بشر، سازمان حقوق بشر، مردشور اون سازمان ملل که فقط بلدن ابراز تأسف کنن یا محکوم کنن. مردشور هرچی دولت خارجیه که به خاطر منافع خودشون صداشون در نمیاد که مردم چه بلایی داره به سرشون. از اون امریکاش بگیرین برین تا اروپا و بقیه و همه و همه. تو خاورمیانه‌ام که اینجور، جمهوری آذربایجان از این ور بند کرده، حالا به ارمنستان، چه مرگتونه؟ اوکراین بدبخ از اون ور افتاده تو نکبت. ما هم که قربونش برم، نور و علامون، مضحکه دنیا شد. و خیلی جالبه 43-44 سال پیش قبل از انقلاب حقوق بشر میخواست بیاد نظارت کنه به این مملکت. حالا کدوم گوریه؟ چرا خفه شده؟ چرا نمیاد حالی از مادر پویا بختیاری بپرسه؟ از خانواده نوید افکاری بپرسه؟ به چه روزی افتادیم ما؟ حالم ازتون داره به هم میخوره. اربعین واقعی امروزه، اتفاقی که افتاد. ما 40 سال تو اربعین،
خبر نداره. خیلی از خانواده ها صداشون در نمیاد، خیلی از هنرمنده همکارهای بنده که شرم دارم بگم همکارم، از اون بالاییشون بگیرین برید جلو این دوربین دارم، خجالت میکشم بگم همکارتون. منو ببخشید آقایون اساتید، خانمای اساتید، به جای برادر بزرگتر من یا خواهر بزرگتر منو دارید، احترامتون واجب، ولی معذرت باید بگم شرمم میاد بگم همکار من. جاهایی که باید حرف بزنی نمیزنی، و جاهایی که نباید حداقل سکوت کنی سکوتم نمیکنی، خفه نمیشی. یادتون سر اصلاح طلبا بنفش و قرمز و آبی و همه چی را انداختی؟ یادتونه؟ یک بار بهتون گفتم سر آقای خاتمی اومدم رأی دادم و غلط کردم، 100 دفعه از طریق همین دوربین عذرخواهی کردم از مردم، همون یک بار بود، اولین آخرین بار. اونم تازه فکر کردم بابا تو این شرایطی که گیر کردیم شاید یه تکونی بخوره، ولی نه. ولی هنرمندای ما، همکارای ما هنوز دنبال نفع شخصی هم، هنوز دنبال موقعیت هم. خجالت بکشی اسمتون تو تاریخ میمونه بدبخت هم. خجالت از خانوادتون بکشی، شما توسط مردم اومدین بالا، رو دارین تو رو مردم نگاه کنین، تو خیابون را میری خجالت نمیکشین. اینو بهتون بگم، مهسا امینی یه کرد، جالبه بهتون بگم منم یه رگم کرده، منم اون رو سگیم بالا بیاد بدجوری بالا بیاد، که اگر به خاطر خانوادم نبود خیلی کارا تا حالا کرده بودم، اونجا متاسفانه تا حالا دست و بالم بسته بود، تا همین حد پیش رفت. کرد همیشه کرده، همیشه با غیرته، زیر یوق هیچی نمیره. مسئولین بدونی از کردا، از تمام اقوام بترسی، از همه بترسی، ماها پشت همین ول نمیکنیم همیده. امیدوارم اگر دست طبیعت، دست انتقام، دست خونای بناحق ریخته ای اگر وجود داره، یقین تک به تک خودتون رو خونه بدن.